گوش کن، نایمدم تو رو ببینم، اشتباه برداشت نکن، اومدم خاله رو ببینم. خونه نیستن، رفتن بیرون. جدی؟ پس میگی برگردم؟ به خودت ربط داره، یا برو یا بمون، به من چه؟ جایی میری؟ آره، میرم دانشگاه. یعنی دانشگاه رفتن رو ول نکردی؟ فکر میکردم تا حالا دیگه یه ذره سر عقل اومده باشی. من قبلنم بهت گفتم من درسمو ول نمی کنم. باشه، اگه نمیتونی درستو ول کنی پس فکر من از سرش بیار بیرون. ببین چی میگم، اگه میخواستم با یه دختر تحصیل کرده عروسی کنم، خیلی دختر هست، من دخترهای تحصیل کرده رو نمیفهمم. اگه به خاطر خاله فهیمه نبود، هیچ وقت به خاطرتون نمی اومدم اینجا. رو راست بگم، فقط خواستم حرف خاله رو زمین نندازم. من اصلا درس خوندن دختر رو نمیفهمم. اگه چیزی بشه تقصیر لیسانسته، نندازی گردن من. گلناز، با کی حرف میزنی؟ بله، منم امرم. مادرت چطوری گذاشت بیای تا اینجا؟ راستش مادر جان، نگفتم میام اینجا. پسرم، برای چی اینقدر ریسک کردی و اومدی؟ خاله فهیمه ناراحت شدن، برای همین. مادرتونو خواهر خودش نمیدونه، چطوری خاله ی تو شده؟ پسرم یه نصیحت، به خاطر خودت دیگه دور از چشم مادرت نیا اینجا، ناراحت نشو. اخلاق مادرت یه جوریه که ممکنه فردا به یک انگی بزنی. حالا بیا توی چای بخور، عیبی نداره. پسرم گلناز، برو چای بذار دخترم، بهتر از فامیلتون پذیرایی کنی. برو. آفرین عزیزم. مادر بزرگ، دارم میرم دانشگاه، به دردانه بگین. اگه میخوای بری پس چرا اینجا واستادی؟ برو، من به دردانه میگم چای بذاره، تو برو. خداحافظ. بیا تو پسرم. چشم. بیا. داداش عمران، چای. خیلی ممنونم. بابا، واقعا خیلی خوب چای درست میکنه. ممنون. به به، تو چایم درست میکنی؟ چرا هیچ وقت واسه من درست نکردی؟ خب وقتی کسی خونه نیست من چای میذارم، اگه موضوع مهمیه یه چای دیگه. بشین واسه تو هم چای بریزم امجد. لازم نکرده. تو اینجا چی کار میکنی؟ در واقع این سوال من باید ازت بپرسم، تو اینجا چی کار میکنی؟ ببین رفیق، اینجا خونه خالمه، پس اومدن من مشکلی ایجاد نمیکنه. اینجا خونه خاله منم هستش، واسه همین اینجا رفت و آمد میکنم. اینو میدونم که تو زیاد اینجا آفتابی میشی، اما بهت یه نصیحت بکنم، نباید خونه یه کسی اینقدر زیاد رفت و آمد کنی. اینجوری کسی هم مجبور نمیشه واسه چای درست کنه. بعدش هم وقتی رفتی از رفتنت خوشحال بشه. بذار منم یه نصیحتت بکنم. تو ازت نخواستن لازم نیست دهن گشادتو باز کنی. حالا هم دیگه سرتو بنداز پایین از اینجا باید. رفیق، ناراحت شدی؟ من با عنوان پسر دید یه نصیحت کوچولو کردم، فقط همین. باشه، من فهمیدم. حالا اگه حرفت تموم شد از اینجا برو بیرون، من یه حرف مهم با دردانه دارم. آها، یادم اومد، تولدت بود درسته؟ منم میخواستم بیام، مامان زنگ زد و گفت قبل اینکه ما برسیم تولد تموم شده. مگه چی شده بود؟ شنیدم دعوا شده. آره دعوا شده بود، یقه همدیگه رو گرفته بودن و فحش میدادن. خوشحال شدی؟ یا بازم بگم؟ نه، همینقدر کافیه، باقیشو میدونم. تولدت مبارک، خوش باشی.
با حرف بزنم دردانه. بگو چی میخوای بگی؟ راستش برای اتفاق دیروز خیلی شرمندم. من اصلا فکر نمی کردم مامان با خاله فهیمه بخواد اینطوری رفتار بکنه. باور کن کل شب خوابم نمی برد. حالا نمیدونم چطوری پیش خاله فهیمه سرما بالا بگیرم، چطوری باشون چش تو چش بشم. راستش میدونستم که این موقع خونه نیستن، اومدم تا بتونم باهات حرف بزنم. من حواسم به مادرم هست، باش صحبت میکنم، اون بنده خودم حتما قبول میکنه، دیگه مشکلی نیست. اما من به خاطر مادر توی که بیشتر نگرانم. بعد از اتفاقایی که دیروز افتاد فکر نکنم دیگه هیچ وقت مادرت به ازدواج من و تو راضی بشه. امجد خودت هم میدونی. تو نگران نباش، من مادرم رو راضی میکنم، مجبورن راضی بشن. چقدر خون سردی، اگه قبول نکنه بعدش چی؟ آخه تو چرا به چیزای مسخره فکر میکنی؟ من که گفتم فقط با تو ازدواج میکنم، به حرفم اعتماد کن. من فقط با تو ازدواج میکنم دردانه. من به تو اعتماد دارم امجد، اما اینو متوجه نمیشم که کی دل خاله هاجر آروم میشه و دست از لجبازی برمیداره. معلوم نیست واسه چی هر جایی هر زمانی همیشه پای حرفای قدیمی رو میکشه وسط. حالا فرض کنیم یه دشمنی قدیمی با مادر من داره، یه مسئله، یه دلخوری، یه گله ای از قدیما. اما این اصلا درست نیست که هر دفعه هرچی به زبونش میاد و به ما بگه. امجد هر چیزی یه حدی داره. ناراحتی های قدیمی اینقدر زود تموم نمیشن دردانه، طول میکشه که حل بشه. قول میدم درستش کنم، مطمئن باش دردانه. من فقط میخوام تو کنارم باشی. تو هنوزم به این که من کنارتم شک داری؟ با وجود همه این اتفاقایی که افتاده من بازم اینجا کنارتم و دستتو گرفتم و تا ابد پیشتم. من مطمئنم یه علتی داره دیگه. اگه حتی تو منو ول کنی امجد، حقیقتا من هیچ وقت تنهاد نمیذارم. فقط اگه بمیرم ولت میکنم دردانه. امجد عزیزم، برات یه چای درست میکنم تا دیگه بعدن جلوی کسی گله نکنی که دردانه تو هیچ وقت واسم چای درست نکردی بیاری. دیگه هم از این حرفا نشنوم. بشین، من الان میام. فقط اگه بمیرم بلت میکنم دردانه.